درود به شما امیدوارم که حالتون خوب باشه توی این ویدیو میخوایم نگاهی بندازیم به وضعیت دلار و ببینیم که دلار چه آینده ای رو پیش روش داره این درخواست شما از بود خیلی مکررن درخواست شده بود که وضعیت دلار بررسی بکنیم توی این ویدیو میخوایم کامل بررسی بکنیم همه جنبه هاشو یه نگاهی بندازیم ببینیم قبلا چه رفتاری انجام داده و الان چه رفتاری رو در ادامه میخواد که انجام بده خب برای اینکه ما حالا نمودارمون تحلیل کنیم که نمودار دلار رو که من آوردم براتون که میتونین ببینین این قسمت های مختلف در واقع های مختلف روزهای گذشته از یک شنبه یک از از میخوام یک شنبه 8 یک 1400 دیگه روند کاهشی دلار رو ما شاهد بودیم که تقریبا بیوقف کاهشی بوده البته این روند کاهشی از 27 هفت شروع شده بود یعنی جایی که دیگه به اوج قیمت خودش رسید دلار و قیمت حدود 32 هزار تومن رو لمس کرد خب یه کم برگردیم قبلتر و ببینیم که رفتار دلار قبلا چطور بوده اجازه بدید من نمودار رو جمع جور بکنم اصلا بذاریمش روی حالت هفتگی و ببینیم که در هر هفته رفتار قیمت دلار نسبت به ریال به چه صورت بوده خب اگه دقت کرده باشید میبینید که در سال 96 دیگه روند افزایشی قیمت دلار شروع شد و بعد در اواخر سال 96 شاهد این بودیم که شدیداً قیمت دلار رفت بالا و قیمت 19 هزار تومن 19 تومن هم تجربه کرد و یک رشد شدیدی داشت ولی بعد از اون یک اصلاحی تجربه کرد کاهش داشت بعد دوباره یک افزایش و بعد یک کاهش و در نهایت دوباره آبان ماه سال 98 شروع کرد یک حرکت افزایشی رو ادامه داد و این ادامه تا قیمت 15 هزار تومن بود تا پایان سال 98 بعد در ابتدای سال 99 شروع کرد دلار قیمت های عجیب غریب تری رو تجربه بکنه و برسه به قیمت 24 تومان هزار تومن و بعد از اون هم قیمت 32 هزار تومن خب من اینا رو چرا بررسی کردم؟ میخوام ببینیم که رفتار نمودار دلار چطوری بوده حالا بررسیش بکنیم ببینیم که الان چه وضعیتی داره و تا کجا اصلاح میشه بذارید ما با استفاده از فیبوناچی نگاهی بندازیم به نمودارمون میخوایم ببینیم که این مقدار اصلاحی که اینجا صورت گرفته اگر همین الان بخواد رخ بده چقدر رو ما ازش میتونیم انتظار داشته باشیم من بالاترین نقطه نمودار رو بهش میدم و پایینترین نقطه نمودار رو هم کلیک میکنم و روی زمان حال اجازه بدید که اینو دقیق تنظیمش بکنم روی زمان حال تنظیمش میکنم همونطور که میبینین این فیبوناچی داره به ما میگه که این اصلاحی که اون موقع تجربه کرد از 19 هزار تومن دلار اومد روی هلوش 9800 تومن اگر همون جنس اصلاح رو بخوایم الان با توجه به این رشدی که داشته بررسی بکنیم اینجا داره به ما میگه که ما دقیقا اگر همونقدر اصلاح رو بخوایم داشته باشیم باید روی قیمت 22 هزار تومن دلار رو قیمت تعادلی بدونیم قیمت درست بدونیم منتها اگر قرار شد این اصلاح ادامه پیدا بکنه تا حدود قیمت 16 هزار تومن رو داره به ما میگه که ممکنه بیاد پایین قیمت دلار ممکنه تا 16 هزار تومن بیاد پایین خب اینو فیبوناشی داره به ما میگه اما از طرفی هم ما میدونیم که روی 20 هزار تومن یک حمایت خیلی قوی روی دلار هست که در آینده هم قیمت تعادلیش رو من حدس میزنم که روی 20 هزار تومن باشه اجازه بدید که یک فیبوی دیگه هم بندازیم منتها این دفعه این رشدی که تجربه کرده قیمت دلار رو بدیم به فیبو و اصلاح رو ازش بگیریم ببینیم که اصلاحش تا کجا میتونه باشه خب اه اگر نصف این رشد رو قرار بود برگرده یعنی این رشدی که از قیمت 9800 تومن تا قیمت 32000 تومن دلار رشد کرده بود نصفش رو قرار بود برگرده میشد همین قیمتی که الان هست یعنی حدود قیمت 20600 تومن 20500 تومن اینها و میبینیم که الان هم روی همون قیمت قرار داره اما با توجه به شرایط برجام با توجه به اتفاقاتی که میفته و با توجه به خطوط مهم فیبوناچی ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یک اصلاح شدیدتری رو دلار تجربه بکنه و روی هزار تومان بیاد یا حتی 16 و اینجا داره به ما میگه که فیبوناچی داره میگه که روی هزار تومان هم 14815 هم احتمال داره که بیاد ولی البته این احتمال بسیار ضعیف منتها احتمال وجود داره از طرفی میبینیم که قبلا هم همین حدود 14-15 هزار تومن یک مقاومتی رو اینجا داشتیم که من اجازه بدید خطش رو بکشم یک مقاومتی رو داشتیم روی حدود 15 هزار تومن رنگش رو عوض بکنم و انتظار میتونیم داشته باشیم که اگر دلار خواست بیاد پایین اینجا این مقاومت تبدیل به حمایت بشه خب من توی تیتر این ویدیو بهتون گفتم که دلار 15 هزار تومانی به زودی دلار 15 هزار تومانی ولی تمام شرایط دیگه اقتصاد رو هم که در نظر بگیرید الان چیزی که ما آوردیم نمودار دلاره اگه شرایط دیگه اقتصاد هم در نظر بگیرید از جمله تورم از جمله کسری بودجه دولت اگر همه اینها رو بذاریم در کنار هم میبینیم که دلار در میان مدت روی قسمت روی قیمت 20000 تومان به تعادل میرسه پس دلار روی قیمت 20 هزار تومن به تعادل میرسه اما نکته مهمی هم وجود داره پس آیا ما میگیم دلار قیمت تعادلش 20 هزار تومنه غیر ممکنه که دلار مثلا بیاد رو 15 هزار تومن یا غیر ممکنه که مثلا بیاد 17 18 هزار تومن رو تجربه کنه. خیر اینطور نیست و دلار احتمال خیلی زیاد بعد از برجام بعد از پیوستن آمریکا به برجام خیلی سریع خودشون میاره زیر 20000 تومان و قیمت خیلی خوشحال کننده ای رو تجربه میکنه منتها این قیمت ها پایدار نیست دوستان یعنی این قیمت ها اگر که مثلا فرض کنید دلار بیاد روی 15 هزار تومن من خودم یکی از کسانی هم که اونجا مثلا خرید طلا رو جذاب میدونم چون دلار و طلا مشابه همان از طرفی هم اعتقاد دارم که نباید هجوم ببریم برای خرید دلار به خاطر اینکه تاثیر منفی توی کلیت اقتصاد میذاره اما اونجا مثلا طلا میتونه گزینه جذابی باشه برای خرید چرا که ما میدونیم که بعدش انتظار خواهیم داشت در واقع که دلار بیاد روی قیمت 20000 تومان و به تعادل برسه به تعادل میان مدتی آیا ممکنه که دلار زیر 20000 تومان به تعادل برسه اگر که منابع ارزی ما رو به فزونی بذاره یعنی ما صادراتمون خیلی گسترده بشه که با توجه به کاهش قیمت دلار احتمالش کمه از طرفی نفت هم بتونیم مثلا به جای روزی 700 هزار بشکه مثلا روزی 2 تا 4 میلیون بشکه اگر بتونیم صادر بکنیم اون وقت میشه توی بازه زمانی بزرگتری دلار رو زیر 20000 تومان نگه داشت ولی در نهایت دوستان این دلار میرسه به قیمت 20000 تومان با توجه به وضعیت بودجه ریزی مثلا یکی دیگه از کارهایی که میتونه دولت انجام بده برای اینکه دلار قیمتش افزایش پیدا نکنه اینی که بودجه رو منظم کنه بی حساب کتاب به هر سازمان و ارگانی پول نده و این خودش باعث میشه که دلار توی وضعیت بهتری قرار بگیره و خیلی رشدای شارپی رشدای عجیب غریب نداشته باشه و پول ملیمون هم خیلی افت ارزش نداشته باشه دولت بهتری که مخارجش رو مدیریت بکنه درآمدهاش رو هم مدیریت بکنه اون وقتی که از این مشکلات نخواهیم داشت ولی با... چون این هایی که داریم میگیم همشون فرضیاتن و ما میدونیم که بودجه الان چهل پنجاه ساله که چهل سال که شدیدن و قبل از اونم برای بازی زمانی در واقع بعد از که قیمت نفت شدیدن افزایش پیدا کرد توی اون زمان خودش بودجه ما بودجه درستی نیست بودجه بسیار ایرادداریه و به خاطر همین هم باعث شده که ارزش پول ملی مدام کم بشه و چون این دور از ذهنه که دولت بخواد این اصلاحات رو خیلی سریع انجام بده حالا دولت بعدی بخواد این اصلاحات رو سریع انجام بده برای همین من انتظار ندارم که توی میان مدت دلار خیلی زیر 20000 تومن باقی بمونه برای کسایی که میخوان توی بازار ارز دیجیتال کار بکنن و کسایی که میخوان توی بازار فارکس کار بکنن پیشنهادم اینه که فعلا سرمایه‌تون رو نقد کنید پول نقد داشته باشید به ریال پول داشته باشید و بعد از اون اگه خواستید وارد این بازارا بشید توی قیمت‌های زیر 20000 تومان و البته برای خرید کسایی که وارد کنندن کسایی که میخوان برای مغازه‌هاشون خرید بکنن میتونن با دلار زیر 20000 تومان سریع هر چه میتونن خرید انجام بدن نه به این مفهوم که بلا فاصله بعدش قیمت دلار میره بالا نه به این مفهوم که تا میتونن جنس ارزون داشته باشن که عملا سود بیشتری رو بتونن کسب کنن و بعدا افزایش قیمت دلار بهشون آسیب کمتری بزنه یه نگاهی هم بندازیم به وضعیت روش و معاملاتی من روش و معاملاتی من در تاریخ 11 8 برای دلار سیگنال خرید داده و سیگنال فروشش رو نداده اینکه داریم میگیم شما ببینید از قیمت دقیقه شاید بخوام بهتون بگم 11600 تومن سیگنال خرید داده تا قیمت این قیمت چند میشه 23 نه 20 آره 23000 تومان یعنی یک سود نسبتا خوبی رو کسانی که رو از روش معاملاتی استفاده میکردن میتونستن دریافت کنن و البته این رشد شدید رو هم اینجا بهمون به داده سیگنال خرید رو اینجا ما داریم ازش روی قیمت 24 تومن و بعد هم تا قیمت 29 تومن اینجا یه سیگنال خرید و فروش بهمون به داده و بعد از اون فعلا سیگنال فروش داده تا البته اینجا هم یه سیگنال خرید کوچیکی بهمون به داده کوتاه مدتی و الان هم فعلا توی حالت سیگنال فروشه اینم از این جهت بهتون گفتم که شاید با داشتن یک روش معاملاتی مناسب بتونید هدفهای خوبی رو یا خرید و فروش های خوبی رو توی بازار تجربه کنید دوستان اگر پرسشی در این باره دارید حتما توی بخش دیدگاه بپرسید یه پرسش خیلی متداول وضعیت طلا بود که اینو بتون بگم هر اتفاقی برای نمودار دلار میفته مشابهش توی نمودار طلا رخ میده مگر اینکه توی بازار جهانی اتفاق خاصی بیفته پس کسایی که میخوان سکه بخرن کسایی که میخوان طلا بخرن یا بفروشن نمیدونن سردرگمن و نمیدونن چی کار بکنن این ویدیو میتونه بهشون کمک بکنه امیدوارم هر کجا که هستید پرسود و پربرکت باشید دوستتون دارم خدا نگه.